بدعت گذار، دروغگو، فاسق، شیاد و دجال. القابی که عراکی رئیس سابق مجمع جهانی تقریب به سوی این فرد روانه کرد. آیت الله کمال حیدری، اطلاعیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم کار تکفیر این مرجع تقلید رو یک سره کرد. درگیری با آیت الله کمال حیدری از افشاگری های وی آغاز شد. اون اعلام کرد که منهج حوزه بر اساس روایات مجلسی بنا شده که میگه قرآن سه جلد بوده و تنها یه جلدش در دست ما باقی در دست امام قائم. این به معنای عقیده تحریف قرآنه. چیزی که سبب کافر شدن علمای حوزه از دید سایر مسلمان میشه البته کمال حیدر پیشتر گفته بود که علمای حوزه دست پیش تکفیر سایرین رو گرفتن علمای عصر حاضر شیعه قائل به تکفیر باطنی اهل سنت هستند. یعنی تمام اهل سنت رو در این دنیا ظاهرا مسلمان میدونن ولی عقیده دارن در باطن و آخرت مسلمان نیستن حالا به نظر میرسه خود کمال حیدری هم نتونسته از زیر تیق تکفیریون حوزه جون سالم به در ببره